چه ایرانیان با درود فراوان به شما همچنان در قرنطینه و هنوز تزریق واکسن کرونا در سطح جهانی گسترده نشده خبر از ویروس جدید می آید از قرار خشم الهی اوج گرفته و یکی از آثارش حضور همین آقای دونالد ترامپ دونالد ترامپ روان پریش در کاخ سفید است و درست است که باید تا چند روز دیگر ریاست جمهوری را ترک کند ولی همانطور که با خود ویروس کرونا را به همراه آورد در دوران رفتنش هم باید همه را لط پار کند تا که جهان حضور او را در صحنه سیاست آمریکا فراموش نکند با نگاه به تاریخ و تحولات آلمان کشوری که من با آن بسیار مدیونم این روزها چیزی شبیه دوران پایان عمر هیتلر را حس می کنم که پس از خودکشیش کشوری خرابه به جا گذاشت و من که ده سال پس از خودکشی هیتلر به برلین و آلمان رفتم آثار کشوری ویروس زده با مردمی مشاله شده در تاریخ و به هم ریخته را کاملا شاهد بودم و این با وجود اینکه دیگر دیگر هیتلری نبود اما سایه و جای پایش را با ویروس نازیس در همه جا پراکنده بود همان گونه که هنوز هم ملت آلمان از دوران پسا ویروسی هیتلر رها نشده ولی بگذارید که ما به موقعیت خودمان یعنی اپوزیسیون ایرانی و نقش ویروس در سطح جهانی را با هم مرور کنیم میدانیم که در سال 1918 که ویروس آنفلوانزای اسپانیایی دنیا را گرفته بود و عامل بیش از دو میلیون کشته در ایران خودمان و پنجاه میلیون کشته در سطح جهانی شد ویروسی بود که باعث تغییر و تحولات جهانی گردید که مهمترینش در آلمان پس از کشتار بزرگ این ویروس بر روی روان آن ملت دگرگونی بزرگی به وجود آورد کوچکترین این دگرگونی ناسیونالیست شدن آلمان ها بود و در نتیجه حمایت ملت آلمان از حزب نازی هیتلر و میدانیم که در روی کار آمدن هیتلر در سال 1933 روحیه پسا ویروسی ملت آلمان بسیار نخصاز بود و حالا هم به هر حال دوران پسا کرونا بدون شک زایمان خودش را خواهد داشت البته در آن دوران آلمان یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان شد و شهر برلین هم که از فرهنگ برتر اروپا برخوردار بود پای تختی جهانی گشت جالب این که از آغاز قرن 19 ادهی از ایرانیان آزادی خواه به این شهر روی آورده بودند. زندیات محمد علی جمالزادی می گفت در سال 1915 یعنی 105 سال قبل دولت آلمان از او و همکارانش مانند علوی و تقیزاده دعوت کرد که برای یک رابطه سازنده با ایران آن روز فعال شوند این فعالیت ها در برلین سال ها ادامه داشت نشریه معتبر کاوه هم 100 سال پیش در برلین منتشر می شد در مسابقه که دکتر صدرالدین الهی با سید زیا شریک رضا در کودتای 1299 کرده بود سید زیا می گفت که پس از بیمهری رضا به او او به آلمان رفت و برای مدتی در برلین قالی فروشی می کرد در صحبتی که من با آقای دکتر امیر اسلان نفشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی داشتم ایشان از عشق خودش به آلمان و هیتلر میگفت و اینکه در سال 1934 برای تحصیل به آلمان رفتن دکتر جهان شاهلو افشار معاون پیشوری هم پس از ترک اتحاد جماهیر شوروی مقیم برلین شد و با او نیز گفتگوی بسیار جالبی داشتم همچنین با زندیات بزرگ علوی من هم که از نوجوانی شیفته آلمان بودم از سال 1955 به برلین رفتم که البته فضای آن دوران برلین بعد از جنگ بعد از جنگ جهانی دوم با امروز بسیار متفاوت بود مثلا در دانشکده هنرهای زیبای برلین من تنها دانشجوی ایرانی آن دانشکده بودم البته شهر برلین همیشه سیاسی بود و دانشجویان ایرانی بیشتر در دانشگاه آزاد برلین تحصیل میکردند نه در رشته هنری اما فضای سیاسی شهر همیشه بسیار بسیار ناآرام بود در برلین نقش دانشجویان ایرانی که در جنبش دانشجویی فعال بودند بسیار چشکی بود و به همین دلیل هم در سالهای 60 دولت ایران تحصیل در برلین را قدقن کرد و میبایستی جهت ادامه تحصیل زمان خاصی ما میدادیم به حال امروز پس از گذشت سالها میبینیم که فرهنگ آلمان بر روی هزاران ایرانی مقیم این شهر تاثیر به سزایی دارد حتما میدانید که نقش جنبش دانشجوی ایرانیان آلمان هم در سیاست دوره حکومت پهلوی موثر بوده و هم در دوران انقلاب ایران اصولا اکثر دانشجویان ایرانی آلمان بسیار سیاسی و فعالتر بودن نسبت به کشورهای دیگر یا کشورهای همسایه اینها را گفتم تا پیش در آمدی باشد برای دیدار از یک دوست فعال سیاسی مقیم برلین که در همین شهر با داشتن دو دکترا به تدریس می پرداخته و همیشه هم از نوجوانی شخصیتی آرمانخواه و ایران پرست بوده ولی هر جریان اپوزیسیونی که به اصطلاح حدس و گمان زده بشه که هنوز سالهای سال اپوزیسیون خواهند بود به تدریج در میان طرفداران ریزش پیدا میکنه طرفداران که کم میشن درون خود جریان هم ریزش پیدا میشه تحت این عنوان که شاید راه روش ما غلط بوده شاید ما سیاست غلط داشتیم این مسائل همینطور بسا همه جا پیش میاد در مهاجرت همه احزاب بزرگ اروپایی به ویژه احزاب سوسیال دموکرات اروپایی هم همجی روانی دیده میشد در دوران مهاجرت اینها چیزهای کوچولویی میشدن خیلی جریانات کوچیکی میشدن و همه میفتن به جون هم ببینید به ترام من میشستم به این معنا که متاسفانه اون کسی که الان به اسلام دماغ جمهوری اسلامی شده کسی نیست که تکیش به مردم ایران باشه و صحبتش این باشه که من میخوام کمک کنم به مردم ایران صحبت در اینه که میگه که شما جمهوری اسلامی بیایید و بمونید و هیچ مشکلی هم نداریم با شما فقط حرفایی که من میگم انجام بدید هیچ مشکلی نیست بله به علت فعل و انفعالات جدید ایرانیان خارج از کشور و ثبت تاریخ شفاهی ما کوش کنندگان من در گرمای استثنایی شهر برلین به دیدن دکتر مهران براتی رفتم تا با ما از برلین و فعالیت

آی دکتر براتی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا من در برلین در منزل شما در خدمتون باشم خب خوشحال من هستم که شما تشریف آوردید و حاضرید که دوباره حرفای صد بار تکرار شده منو دوباره بشنوید امیدوارم این بار همه چیز تکرار نشه و معذرت میخوام از بینندگان شما به خاطر اینکه اینطور اینجا نشستم به علت گرمای زیاد در برلین و نمیتونستم مدت زیادی با کت و پیراهن و کراوات و این چیزا بنشینم معذرت میخوام و کمر دردی که دارین نه که شاهکار الان 90 درجه فارنهایت تا بال با سابقه نداشت بله متاسفانه حال من روز بیشتر خدمتون رسیدم چون ما چهل سال جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و در شهر برلند که من یه شناختی ازش دارم و شما بیش از من همیشه فعالیت سیاسی خیلی گسترده بوده در طی دوران گذشته چه در رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی و شما هم که سالهای سال مقیم این شهر بودید با برون از این چهل سال که پشت سر گذاشتیم خیلی مایده هستم بدونم که فعالیت های جامعه ایرانی رو طی این چل... پنج سال گذشته شما چگونه ارزیابی میکنید منظورتون برلینه ده. یا من در برلینه بعدا راجع خارج از کشور از شما میپرسم ولی بیشتر برلین به خاطر اینکه شما اینجا حضور داشتید خب برلین یک جوری همیشه پایتخت فکری آلمان هم بوده و بسیاری از فلاسفه که در دانشگاهی دیگر آلمان تدریس میکردن در پایان کار راهشون میرسیده به ایالت براندنبورگ که مرکز دولت پروز بوده و دانشگاه های این منطقه و خب برای اینکه صحبت چهل سال و پنجاه سال این حرفا رو میکنیم به صورت من یه مطلبی نوشته بودم جدیدم به زبان آلمانی تحت عنوان تاثیرگذاری اثرگذاری ایرانیان در جنبش 68 آلمان و اروپا متاسفانه این هنوز به فارسی بر نگردوندم و باید این کار رو بکنم در حین نوشتن این مسئله متوجه شدم که ما یه تاثیر متقابل سیاسی و فرهنگی با جامعه آلمانی داشتیم به طور مثال میگم مثلا دبیران کنفدراسیون زمانی که شاه به آلمان آمد اون دو جوان معروف سال 67 قبل از اون و بعد از اون بود دبیر کنفرسیون مثلا یکی چنگیز پهلوان بود و من ساکن فرانکفورت بودم ما مثلا دائم در مکتب گفته آدورنو و هوکهایمر و هابرماس نشسته بودیم هابرماس جوان بود اون زمان مقام آسیستانی داشت ولی خیلی حرفایی که می زدن به مزاق ما خوش نمی اومد چون اونها ترک کرده بودند مکتب رو به عنوان ما مارکسیس رو به عنوان مکتب کار کرده بودن ولی چپ و مارکسیست بودن ولی مکتبی نبودن دیگه ولی ما تازه اون وقت آغاز این بود که میخواستیم مارکسیست و ماویست و لنینیست و چیزها اینطوری باشیم ولی اثرگذاری اونها اونقدر بود که برای مثال اولین ترجمه های آدورنو در ایران رو چنگیز پهلوان کرد بعد یا در برلین خب میدونیم این مسئله بهمن نیرومند یکی از کسانی بود که با کتاب به در کتابی که راجع به ایران و حالا تحت عنوان امپریالیسم و کلونیالیسم نوشته بود اون زمان این کتاب در کو... کوتاهترین مدت در حال به نظر من کتاب خیلی عجیب غریبی نبود اصلا به لحاظ محتوایی هم میتونیم یکی از یک کار برجسته ای نبود اما مثل که تازه صدای دنیای سوم به آلمان میرسید تازه اینکه یک کسی از دنیای سوم میگه در کشور من در منطقه من چه خبره و شما آلمانی ها خبر ندارید خب از شاه حمایت میکنید از این سلطنت حمایت میکنید ولی این مسائل هم در این مملکت هست و بوده خب این خیلی بسیار برای جنبش دانشجو اینجا که اون زمان هنوز در اوائل دانشجویان اینجا مخالف جنگ ویتنام نبودن حتی سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات ابتدا اول مخالف اصلا جنگ ویتنام نبود ولی 1967 من شاهدش بودم که, که هم... میگم مسئله به تدریج شد به تدریج شد که اینها طوری شد که همین جوانان حزب سوسیال دموکرات به علت موازهشون در رابطه با آمریکا و ویتنام طوری شد که از ه... حزب اخراج شدن و یک سازمان جوانان جدید حزب سوسیال دموکرات ساخت برای خودش خب ما ادامه این رو با میبینیم که بعد از اون جوانان دیگری در ایران شروع کردن تحت تاثیر اونچه که از ما به ایران رسیده بود به ترجمه آثار هورکایمر و آدورنو در ایران که این الان تعدادش زیاد شده اصلا اونجا یه عده‌ای هستن متخصص این مکتب هستن ایدم. که ما نیستیم اصلا اونها خوب با سواد و با خبر هستن از این مسئله و هر از گاهی هم در در برلین و کنار برلین کنفرانس هایی میدن از اونها دعوت میشی در این مورد صحبت کرد بر اون اصلی ترین حرکتی بود که از تو برلین در آمد اتفاقا سالن بزرگ دانشگاه آزاد که من اونجا هم تحصیل کردم هم تدریس کردم به نام آدی ماکس آدیتوریوم ماکسیموم این سالونی بود که به صلاح محل قیام دانشجویی بود خاطرم هست خب در همین محل در همین محل قبل از انقلاب آقای قفاری از ایران آمده بود برای تبلیغ انقلاب اسلامی در ایران باز هم تو همون سالن بود کدوم قفاری رو همین قاده قاده قفاری, 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 قاتل قاتل, قاتل. بله بل. مثلا در همون سالن بود در همون سالن سال 2004 جمهوری اتحاد جمهوری خواهان ایران پایگذاری شد خب ما به یه تداومی در این حرکتی که ایرونی ها در اینجا داشتن مثل که برلین یه مرکز سقلی بوده برای همه خب اونچه که مربوط به جریانات سیاسی میشه خب ما که از ایران که آمدیم خب همه بسیار نامید بعد هم اینجا شورای ملی مقاومت درست شد که مجاهدین و رئیس جمهور سابق جناب آقای بنی صدر و دوستان چپ ما که در اتحاد هم، شورای متحد حب. ما اینطور بگم ما مثلا در پایان سال 1982 بر اون بودیم که رفقای خودمون دوستان خودمون رو در جبهه دموکراتیک ملی متقاعد کنیم که دیگر در شورای ملی مقاومت نباشند ری گرفته بشه اگر همه بر این اتا... چون همه اکثریت اعضای جبهه دموکراتیک در خارج بودن گفتیم اونجا رأی میگیریم اگر موافق بودن که شما در شورا بمونید خب میمونید اگر نه میتونید بمونید به صفت شخصی دیگه نمیتونید نام جبهه دموکراتیک ملی یا دیگر اسامی رو داشته باشید خب بر صورت در اون حرکتی که ما اونجا داشتیم پایانش این بود که با جبهه دموکراتیک ملی و مجاهدین و شورای ملی مقاومت به جایی نرسیدیم و دوستان ما که در اونجا حضور داشتن در شورای ملی مقاومت حتی ما رو تهدید کردن به اینکه ما رو سرکوب خواهند کرد و هر حرکتی ما بکنیم جلوش رو خواهند گرفت چیزهای از این دست خب بعد از ادامه این حرکت این بود که بعد از اینکه در پایان سال 1982 نشست ما در پاریس به انجامی نرسید در یکی از زیرزمین های یکی از به اصطلاح مراکز کافه های پاریس 60-70 نفر جمع شدن که در اون میان بودن آقای حالی از خر جوادی آقای کریم لاهیجی، آقای حسن نزی، حاج قاسم لباسچی، بیژن حکمت، حسن شریعت مداری، بنده علی شاهنده عرض شود که تعدادی از اعضای کانون وکلا، از اعضای کانون نویسندگان و شاکری مرحوم رو گفتم از دوست خان بابا هم بود؟ نه خان بابا که در شورای ملی مقامت بود بله من اتفاقا اونا بودن در اون زمان کسانی که ما رو تهدید میکردن دوستان ما در شورای ملی مقامت بودن و خب اون زمان خب ما یه مقداری هم اون زمان دوستی و نزدیکی هم با آقای متین دفتری خانم مریم متین دفتری داشتیم بر سر همین مسائلی که در رابطه با شورای ملی مقاومت و اینها پیش آمد دیگه روابط ما تیره شد و به هم خورد و من بسیار متاسفم سال پیش ایشون رو به مناسبت تولد مهدی تهرانی در فرانکفورت دیدم و تجدید عهد کردیم و هر صورت ایشون خانم دفتری بانوی بسیار فریخته و با سواد و و بسیار توانایی هستن از نظر سیاسی و واقعا به درد کار سیاسی واقعی میخوره ایشون حالا تعریف پس از حادثه است ولی واقعیتی است که باید بگی عرض بزرگتون که گام بعدی ما در این مسئله که باز به برلین هم میرسه همین ایجاد جمهوری خانه ملی ایران بود دو هزار و... همون دو پایان عرش 1982 آغاز 1983 آغاز 1983 که خب بیانیه اولیه این رو 21 نفر امضا کردن که این کسانی که من اسم بردم جزو اون نویسنده امضا کنندگان بودند و عرض شود که یادم میاد که آقای حسن نزی اون زمان حتی اصرار داشت که تیمسار جمع که گفته بودن خب داماد خانواده سلطنتی بود و ایشون گفته بودن که جمهوری خواه ایشون اصرار داشت که ایشون هم جز امضا کنندگانی بیانیه باش چند نفر مخالفت کردن ولی قرار ما بر این بود هر امضایی رو که ما 21 نفر میخوام هر کی با یک نفر مخالفت کنه اون رو میذاریم کنار برای اینکه درگیری پیش نیاد کار جلو بره بالاخره بتونه یه چیزی رو منداشت. رادیکال بود قصد. بله اینطوری بود و بسیار کسان افراد بسیار خوب دیگری بودند که هر کس به نوعی مثلا ما اون زمان میگفتیم باز با امضای مثلا آقای سنجابی هم داشته باشیم ولی خب یه عده همونجا چیز کن که ایشون به در رابطه با خمینی و حرکاتی که انجام داده و فلان هرچند بعدا خودشون قربانی این رژیم شدن خب قاس حاج قاسم لباسچی خیلی کوشش میکرد در این مورد و باید هم بگم ایشون گرچه فردی به از دنیای کسب و کار می و تحصیلاتی نداشتن ولی بسیار انسان فهمیده سیاسی و دارای درک سیاسی و دارای دید استراتژیک سیاسی نسبت به همه عبور بودن خب مقامت ها زیاد بود دیگه از دوستان از اون زمان از نهست از نهست آزادی آقای بازرگان هم کسانی بودن در جمع ما بعد آقای ممکن بود بعد کسان دو سه نفر از اون ولی آقای براتی هم. این های شاخصی که میفرمایید به هر حال اینا ایران رو ترک کرده بودن و در خارج به هم نزدیک بودید واقعا خیلی حیف آدم نگاه میکن میگه چرا در همون سالهای آغازین پس از انقلاب یه انسجامی به وجود نیومد انسجام هم داشت اتفاقا این فکر میکنم مثلا ما چهار چهار پنج سالی انسجام خیلی خوبی هم داشتیم مثلا ما در کنفرانس هایی که در ش... پایتخت های کشور ها میذاشتیم یا در شهر اروپایی هزار هزار ها اگر کم بودن شیکست هفتصد نفر شاهد بودم اومدن شرکت میکردن ولی هر جریان اپوزیسیونی که به اصطلاح حدس و گمان زده بشه که هنوز سالهای سال اپوزیسیون خواهند بود به تدریج در میان طرفداران ریزش پیدا میکنه طرفداران که کم میشن درون خود جریان هم ریزش پیدا میشه تحت این عنوان که شاید راه روش ما غلط بوده شاید ما سیاست غلط داشتیم این مسائل همینطور به همه جا پیش میاد در مهاجرت همه احزاب بزرگ اروپایی به ویژه احزاب سوسیال دموکرات اروپایی هم همچین روانی دیده میشد در دوران مهاجرت اینها چیزهای کوچولویی میشدن خیلی جریانات کوچیکی میشدن و همه میافتن به جون هم در حالی که ما به جون هم نیفتادیم ولی عاملش چه بیشتر عاملش همین گفتم ما شما اپوزیسیون فقط در مردم در میان فقط اپوزیسیون اگر برای او شانسی برای آمدن و رسیدن به حکومت ببینن اپوزیسیونی فقط اپوزیسیون اخلاقی و حقوق بشری باشه و توانی نداشته باشه که به مردم نشون بده من مدعی قدرت اپوزیسیون در تعریف همیشه معنیش اینه که حکومت بده من خوبم او باید بره من باید بیام این معنی اپوزیسیونه ولی اپوزیسیونه که در این راه نتونه گام های لازم رو برداره یا امکانش نداره در شرایط دیکتاتوری شدید خب پیش و هم امکان پیش نمیاد این ریزش برای همه جریانات به یه شکل حالا جدا از اینکه احزاب و جریانات دموکراتیک بودن یا غیر دموکراتیک خب ولی بعدها باز در برلین حرکات تازه هم شروع شد درسته خب بعد از این داستان خب ما ب... جمهوری خانه ملی ایران ادامه داشت تا پایان سال 2001 و دو بعد خب جریع ما جریان 11 سپتامبر رو مسئله حمله آمریکا به افغانستان و بعد به عراق میدیدیم بعد از حمله آمریکا به خصوص مسئله عراق وقتی شروع شد خب خیلی حس می ها حدس که امریکایی به احتمال قوی یه هفته بعد تهران خواهند بود این زمانی بود که باز اپوزیسیون فکر میکرد اون اشتباهی که قبلا کردیم الان نکنیم اون زمان هیچ نوع آمادگی نداشتیم برای حضور در ایران الان باید آمادگی پیدا کنیم یعنی با حضور آمریکا در ایران نه فکر میکردن سیستم نظام به هم میریزه حکومت در هم میریزه و شانسی برای اپوزیسیون پیدا میشه حالا من بعدا سوال دارم چون هم اکنون هم یه همچین موقعیتی پیش اومده بعد و به همین دلیل هم ما در خب ما یک از مثلا از میانه سال 2003 میلادی تا پایان سال 2003 میلادی که آقای حسین علوی هم به سالا در این روال خیلی شرکت فعال داشتند و رفق دوستان دیگر ما در ژانویه 2004 در همون سالن آدی ماکسی که هم دانشجوها بودند و هم حادی قفاری قاتل آمد و هم در اونجا عرض شود که بعدا خود ما هم جمهوری خانه ملی جلسه داد و بعد حال اتحاد جمهوری خانه ایران اونجا به صلاح تشکیل اجلاس به صلاح ایجادش در همین سالن بود که خب این هم یک بیانیه که صادر کرده بود 1200 نفر این رو همه امضا کردن از جمله خود جناب که اونجا تشریف داشتید خب این یک ترکیبی به وجود آورده بود که از کمونیست ها و از طرفداران حزب توده و از سلطنت طلب های سابق و نویسندگان خیلی امید زامنگاران و خیلی امید به خصوص بخشوه. از اقلیت های دینی ما این رو امضا کرده و چند نفر دیگه از هموطنان یهودی مذهب ما امضا کرده بودند و برصورت در اون کنفرانس عجیب دوباره نسل 68 آلمان که الان استاد دانشگاه های آلمان شده بود از جمله استاد دانشگاه های دانشکده های برلین و رئیس دانشگاه برلین معاون دانشگاه برلین همه در اون کنفرانس ایجاد اتحاد جمهوری خان شرکت داشت خاطرم هست خب ما اولین بار احزاب حزب سبز رو بله. دعوت از حزب سبز حزب دموکرات مسیحی حزب سوسیال دموکرات و از وزارت خارجه آلمان اون زمان دعوت کردیم که بیاند و شرکت کنند خب ما بر صورت یک جریان بسیار موفقی بود دیگه باز هم این اتحاد جمهوری خواهانم باز هم اون امیدی که بود که بعد از فروپاشی عراق و ایج... تغییر شرایط در ایران این امید که در ایران هم تغییراتی پیش بیاد این امید به سنگ خورد به تدریج اتحاد جمهوری خان همون سرنوشت جمهوری ملی رو پیدا کرد به تدریج هی تحلیل رفت تحلیل رفت که هم هنوز هم وجود داره و دوستان حضور دارند و این کار رو میکنند یک اشکال یا ایراد عمده که در اتحاد جمهوری بود این بود که بنا به ترکیبی که داشت خودشو مدعی قدرت نمیدید من مرتب اصرار می کردم که می گفتم ما اینقدر باید متحد مدعی قدرت باشیم که خب اینا ما رو می گیرن زندان می دو تا ما بگیریم 500 نفر از ما سوار هواپیما شیم بریم وارد تهران شیم حالا 200 نفر 300 نفر ما هم بگیرن ولی ما که مدعی قدرت هستیم باید به های این هم بپردازیم و این باهاشه آماده کنه خودمون برای همچه حرکتی ولی خب این همچه آمادگی دیده نمیشد اون زمان برای همچی مسئله شاهدم حرفهای من رو یه مقدار به عنوان آدم خیال پرداز میدیدن ولی فکر می کنم که اپوزیسشون ها اصلا در این شانس تو مردم پیدا میکنن که یه جایی شجاعتی از خودشون بعد خطر بکنن بله بعد خطر بکن. شما میگی خطر من میگم شجاعت هم دقیقا. همون دقیقا. ببینید در ایران شما کسی رو میشناسی که در صحنه سیاسی ایران اسم و رسمی داشته باشه بدون اینکه زندان بوده باشه اصلا شرط این باید. که شما در چهره سیاسی در ایران باشید اینه که در اون هلفتونی رفته شکنجه شده باشید آزار رو دیده باشید نه یک بار بلکه ده بار اعتبار اینطوری کسب خب این اعتبار به حقه ببینید یه خانوم مثل نرسین ستوده که با اون وضع اینطوری با این شجاعت وای میسه و حاضر نمیشه امضا کنه چیزی که از این میخوان حاضر نمیشه که تو زندان زنانه است باید چادر بذاره سرش یا روسری داشته باشه یا حاضر نمیشه حرفایی که میزنن بیاد تایید بکنه و بگه خب میره زندان یه هم نه چندین بار خب یه همچین شجاعتی برای جامعه ایران معنیش این است که یک کسی هست که در روز مبادا میشه بهش پناه برد میشه بهش اعتماد کرد این افراد کم نیستن الان در ایران در این چهل سال در خارج کمتر است خب خیلی از اونها که در ایران زندان بودن اومدن الان خارج بله میدونیم الان اومدن خارج ببینید در همین جریان بهار 88 بله. که آقای احمدی نژاد ایجاد سخز. کردن بله. خب اونجا مثلا از من نمیدونستم از جوانان نویسنده و اونایی که وبلاگ نویس بودن از اینا چندین هزار نفر بودن که زندانی شدن و اینها اقلا سه هزار نفرشون فرار کردن بعد از اینکه از زندان آزاد شدن با وسیقه تا دادگاهشون تشکیل بشه فرار کردن اومدن کردستان عراق و ترکیه که ما با کمک دولت آلمان که باید تمجید بکنم اون زمان هم حزب لیبرال آلمان رو که وزیر خارجهاش آقای وستروله بود و هم خانم مرکل صدر کنونی که هر دو بسیار به ما کمک کردند در این زمینه که ما بتونیم تعداد خیلی زیادی از اینایی که شکنجه شده بودند بله. به ویژه احتیاج ما کسانی رو داشتیم در میان این کسانی که آلمان آمدن بهشون در زندانات تجاوز شده و بعد جور از اینها دو نفر اینها تو آلمان متاسفانه خودکشی کردند و مردند در چیز تعداد کسانی که از نظر بدنی به اصطلاح صدمات زیاد داده بوده دیده بودن دستشون پاشون کار نمیکرد لکنت زبان پیدا کرده بودن هزار یه مشکل زیاد بود دولت آلمان اون زمان بر صورت همراهی با ملت آلمان در این زمینه داشت که گفت انان که من نمیتونم کار عجیبی غریبی بکنم ولی اونهایی که صدمه دیدم یه تعدادی از اینها رو حاضرم بپذیرن که آمدن اینجا انان یه تعدادشون تحصیلشون تمام شده دارن زندگی بلد میکنن بلد یه تعدادشون روزنامه یا کارهای دیگه میکنن بر صورت هم فرانسه در و پذیروف یعنی هم پاریس خاطرم از رو ولی متاسفانه داستان پاریس اینطور بود که پاریس میپذیروف ولی اینها رو میذاش به امید خدا یعنی کسی که میومد اونجا پناه مالی و جایگاه اینا نداشت تا وقتی هم که بخواد بره درخواست پناهندگی بگیره باید بره وقت بگیره تو لیست باشه که برسه اونجا در این میان باید تو خیابون بخوابه کسی هم نبود که بعد از اینم که میرفت تازه بعد از اینم که پناهندگیش رو میدادن میرم فکر دو ماه سه ماه به اینا کمک میدم بعد هیچی دیگه در انتظار از اولم اجازه کار و امکان زندگی داشتن اگه کار پیدا میده. سازمان ایرانی نداشتیم که حمایت چرا میکردن همین خبرنگاران دوست ما در خبرنگاران بدون مرز بله بله، اونجا دوست ایرانی ما در اونجا آقای موینی بله ایشون حتی خب ما با هم رابطه داشتیم و گفتگو میکردیم خب ایشون مواردی پیش میمد اینجا که واقعا بس برای اینا پانسیون میگرفتن نه برای یه روز دو روز بلکه برای یه ماه و دو ماه و خب امکاناتی نبود اون زمان خاطرم میاد که دوستان ما در امریکا به ویشه در برکلی و در سان فرانسیسکو اونجا مهمانی های شب میذاشتن برای سپانزورینگ و تا اونجا که خاطرم هست در یکی از این مهمانا ها هزار دلار در یکی دیگه 18,000 هزار دلار جمع کردن فرستادن که مخارج اینا تأمین بشه اینجا بس. یا خود ما اون کاری که ما اینجا می کردیم اون دوستانی که در ترکیه و عراق بودن تا زمانی که از زمانی که درخواستشون رو بدن ما به دولت هارمان درخواستشون رو بدن تا زمانی که اینجا برسن 6-7 ماه 8 ماه طول میکشید در این مدت هیچ امکانات مالی که از ایران پولی بهشون برسه نبود همین کار ما اینجا انجام میدادیم در میان دوستان ایرانی من یه کافه که رستوران میرفتم به دوستان میگفتم یه همچی وضعیه خاطرم میاد در یه شب همینطور همونجا سر مثلا اگه ده نفر میاد هزار یورو اونجا جمع شد یا دوستانی که جشن تولدی داشتن می نوشتن که هیچ هدیه ای به ما ندید به این شماره حساب پول بدید ما چیزی در حدود 28 هزار یورو برای این دوستان در ایران 200 یورو 200 یورو 300 یورو اینطوری تقسیم کردیم پول فرستادیم که بتونن زندگیشون رو برگزار کنن تا پاشون اینجا برسه یعنی یک همبستگی اون زمان زیاد الان مثلا این نیست من سوالم همینه الان این نیست اون زمان باز این جریان سبز یک امیدی ایجاد کرده بود میدونی چرا برای اینکه اون جریان سبز هم یه جوری شکل همین اتحاد جمهوری ما بود ببین چهرهایی که اونجا بودن تو خیابون تو اونجا چهره تودهی بود مجاهد بوده سلطنت طلب بوده ملی بوده ملی مذهبی بوده اصلاح اصل طلب جوان بود بیشتر دید. اصلاح طلب بوده نسل ولی جوان. خب همه این نسل جوان هم از خانواده میاد که به این خانواده ها تعلق بود بر... جوان بودن ولی جوان های بیشنارسامه نبودن درست. خب این چهره ترکیب به اونجوری بود و به همین دلیل امید ایجاد کرده بود این مسئله خب وقتی الان میبینی که شما فقط اگه بخواد که سرمایه روی اصلاح طلب در ایران بکنی هیچکس به شما کاری نداره اگر اون ترکیب چهره ملی جنبش سبز دوباره تکرار بشه دوباره همون شرایط پیش میاد خب ولی پایانش باز نامشخصه چون اون موقع برنامه نداشتن دیگه خاطرتون هست که برنامه نبود آخر همون بله اشکال درست در همین بود شاید همین این دلیلی بود برای اینکه ما به صلاح به تدریج خب شرایط هی عوض میشه و دیگه امروز ما مثل سابق فکر نمی کنیم امروز اولا فکر این مسئله که در این شرایط که شما بتونید احزاب و جریانات سیاسی رو یه جا جمع بکنید اعتلاف میان احزاب و سازمان های سیاسی ایجاد بکنید با عنوان یک جریان مشترک ملی این امکان نیست ولی اگر شما چهره های برجسته ملی رو که مورد اعتماد مردم هستن که تعدادشون بسیار کمه تعدادشون هم کم هم زیاد از این نظر زیاده که ببینید الان در این شرایطی که تو ایران میبینید شما ببینید در این چند ماهه در میان کسانی که به عنوان به عنوان سنف کارگران و شرکت واحد دستگیر شدن اونهایی که از کارخانه چیت سازی دستگیر اونهایی که از شرکت نفت دستگیر شدن اونهایی که از ادارجات دستگیر شدن از نهادهای خصوصی از نهادهای وابسته به سپاه و غیره دستگیر شدن همه این اینا تعدادشون کم نیست اینا همه به زندان رفته بیرون آمده و اونطور که من خبر در یک نوع پیوند تشکیلاتی به نه به شکل سابق خودش بنا به شرایط جدید امروز خب شرایط امروز اینجوری که به شما از ارتباطات رایانه ای دیجیتالی به شما امکاناتی را میده که در یک محیط نیمه امن بتونید ارتباطاتی داشته باشید این ببینید این مسئله عجیب غریبی نیست که در ایران در ایرانی که ما هستیم فقط در تهران دیویس هزار نفر کار شغلیشون رو از طریق تلگرام انجام میدادن یعنی بیزینس میکردن از این طریق خب حالا این رو ببری شما در دنیای سیاست یا جاهای دیگه خب این امکانات جدیدی رو به وجود آورده ما چهره ها رو خیلی زودتر باشون آشنا میشیم درسته ارتباط ما مثلا سیف و معلم ها اصلا نمیدونستیم همچین چیزی هست ولی الان آقای هاشم خواستار مثلا ایشون خیلی با شجاعت میاد و میگه چی هست و چی میخواد و چی نیست و, و خیلی هم اصلا هیچ مشکلی نداره که حمایت کنه از گامهایی که در خارج بر بله سطح شجاعت مقداری بالا رفت حالا شما میگی ته کمه میگم هم کمه هم زیاد از اون نظر یه مثلا هم هست در اینجا ببینید اینو چندین بار تو مصاحبه های شما گفتم ولی چون مسئله درستی باز در بار صدم تکرار میکنه در ایران هیچ اتفاق بزرگی بدون یک رابطه بین المللی نیفتاده آمدن رضا شاه گفته بودم جنگ اول جهانی رفتنش جنگ جهانی دوم اصلاحات ارزی شاه آمدن کندی انقلاب پنجه آمدن کارتر شما جریان به حالا مسئله عراق و افغانستان اینها رو نمیگم حالا این به ترام که نمیخواد بچست نه چرا به ترامپ من میچستم ببینید به ترامپ من میشستم به این معنا که متاسفانه اون کسی که الان به موی دماغ جمهوری اسلامی شده کسی نیست که تکیاش به مردم ایران باشه و صحبتش این باشه که من میخوام کمک کنم به مردم ایران صحبت در اینه که میگه که شما جمهوری اسلامی بیایید و بمونید و هیچ مشکلی هم نداره این با شما فقط حرفایی که من میگم انجام بدید هیچ مشکلی نیست اتم رو کنار بذارید مشکار رو کنار بذارید. این مسئله است دیگه این آه. یه قسمته اما یه طرف دیگر مسئله هم هست در این مسئله که درست همین آمدن ترامپ باعث میشه که اون چهره انقلابی جمهوری اسلامی به کلی در هم بریزه در هم شکسته شه چون حکومتی که دیگه شانسی اینو نداشته باشه که نیرو در عراق داشته باشه سپاه قدسش در ببخشید در سوریه باشه پشت مرز اسرائیل در بلندی های جولان باشه 2000 نفر 2500 نفر اونجا ردیف کرده باشه حزب لبنان رو بهش موشک بده که موی دماغ اسرائیل بشه هشت و شعبی در عراق داشته باشه حوتی ها رو در یمن داشته باشه وقتی همه این کارها رو دیگه نکنه دیگر اون جمهوری اسلامی نیست این یه جمهوری مثل پاکستان میشه جم... پاکستان هم جمهوری اسلامیه میشه جمهوری اسلامی پاکستان خب جمهوری اسلامی پاکستان کودتا در کودتا داشته در خودش مرتب نظامی ها آمدن کودتا بنابراین اون چهره انقلابی شو ازش بگیری بنابراین هیچ دلیل دیگه برای ها وجود نداره که به آقا اصلا روی به آقا داشته خودشون آقا هستن هیچ دلیلی وجود نداره که وضع موجود رو این خاک برسری موجود رو که همه امکانات اقتصادشون به صفر میرشه تحمل کنن اینا تصمیم میگیرن میان که یه راهی با اپوزیسیون پیدا کنن همکنون شروع شده اون اطلاعی که ما داریم این هست که افرادی از چهرهای برجسته ای از سپاه پاسداران یا کسانی که جز جانبازان بودن میان مراجعه میکنن به افراد شاخص اپوزیسیون که ما میخوام با شما صحبت کنیم و از چی میشه آینده چه شما چه رای میبینید یعنی از همکنون پی این هستن که خودشون رو آینده دار کنن من. خب این مسئله اگر الان این سیاست های ترامپ با این مسئله قاطی میشه و در این میان اتفاقا سیاست ترامپ اینم هست که یک به اصطلاح یک نوع شکافی در نظام به وجود بره با یه عده از این سپاه سازشی بکنه و بقیه رو کنار بذاره مسئله رو حل بکنه در پی این مسئله هم هست خب این یه عوارضی داره که از نظر ما ممکنه منفی باشه ولی در دراز مدت مثبت هم هست از این مسئله که به هر صورت دیگه اون نظام انقلابی پیشی نیست این نظام کلونی آقای خامنی درست میگه میگه مرز که ما سوریه است چون میگه بدون پشت جبهه انقلابی ما که در عراق باشه در لبنان باشه در سوریه باشه در یمن باشه ما نمیتونیم خودمون رو حفظ کنیم خب این پشت جبهه داره در هم فرو میرزه از این نظر در سوریه که ما شاهدیم اسرائیل مرتب داره سرکوب میکنه بمباران میکنه هیچ عکس هم نمییه هیچ عکس نخیر هیچ وقت ما از هر جور بررسی بکنیم از این, از این نظر به صلاح وجود ترام میتونه همون نقشیر تاریخی که ما میگیم یه لینکی که همیشه میان داخل خارج بوده این لینک رو به وجود بیان. البته این احتیاج به یک اپوزیسیون کاردار هم داره. که خب، وجود نداره چرا؟ الان دیگه وجود داره من ببینید الان حدود یک سالیست. یک سال بیشتر از یک است که یه عده ای از داخل و خارج این که میگم فقط خارج نیست از داخل و خارج از داخل تمام کسانی که در این گروه های ای که آقای تبرزدی هم درش عضویت داره یا سخنگوش هست هستن جبهه ملی که آقای, نز... آقای کروش زعیم جبهه ملی شون سخنگوش هست بخشی از ملی مذهبی ها هستن بخشی از سندیکاهایی که مربوط به بخش های مختلف و بیشتر از همه اینها بخش بزرگی از نهادهای مدنی ایران که در نبود دموکراسی در ایران یه نوع فانکشن یه جور عمل کرده احزاب سیاسی رو اینطوری به عهده گرفتن اینها همه در این مسئله که میگم دخیلن با یه در خارج در تماس فکر بودن که چیکار باید کرد و چیکار میتونیم بکنیم الان به همین دلیل هم این عده که حدود پنج 6 ماه پیش یه نهادی به نام شورای موقت برای ساماندهی گذار از جمهوری اسلامی تشکیل شد که چیزی در رود پنجاه نفر افرادی که جزو افراد شاخص سیاسی هستند اینجا هستند شرکت دارند ای در ایران هستند هفتاد نفر از کسانی که در این نهادهای مدنی نقشی دارند در این ارتباط هستند و یه تعدادی از کسانی که در ها فعالیت دارن حالا بپردازیم ببخشید به این امضای چارده تن که چندی پیش اینا مالا عرض میکنم خدمتون بی ارتباط نیست این مسئله اجازه دهید ادامه این گفتگو را در هفته آینده با هم پی بگیریم در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را